نگرانی از پیشروی طالبان، سیاسیون را که در چند دهه گذشته نقش برجسته و همزمان با هم اختلاف برجسته داشتند، از سر ناگزیری خواسته یا نخواسته در حال حاضر در یک جبهه مشترک قرار داده است. امروز از محمد محقق، مشاور امنیتی سیاسی رئیس جمهوری که تا چند پیش اختلافهای برجسته با رئیس جمهور غنی داشته، آمدیم تا از او بپرسیم که تا خطر تکرار تحولات دهه 90 در افغانستان چقدر برجسته و اینکه او و دیگر سیاسون برای جلوگیری آن چی برنامه دارد؟ بسیار زیاد تشکر استاد که فرصت گذاشتین. بحث از هرات آغاز بکنیم. هرات به رهبری اسماعیل خان قاطعانه در برابر طالبان استراتژی کردند. انتقادهای مردم این است که سایر رهبران جهادی به شمول شما چرا سکوت اختیار کردین؟ برنامه چی از در برابر طالبان؟ بسم الله الرحمن الرحیم. شاید انتقادها را آدمای به خبر رو به اطلاع کرده باشه. ما وقتی که شورای عالی حکومت و مجاهدین یک جای جلسه کردن، هر کسی وظیفه گرفت که یک جایی را که بیشترین نفوذ داره مردم بره و مردم به قیام عمومی علیه طالبا و علیه تروریست های بین المللی بسیج کنن. شاید اولین کسایی که این کار انجام داد من بودم. شما خبر شدین که من در کوهستانات شمال که امو سنگرهای سنتی و همیشگی من بود رفتم در بلخاب و در اصف حیاتار روان کردیم، مکاولنگ و مناطق مرکزی را کم بیش سامان دهی کردیم، مزار رفتیم، جبهات مزار را فعال کردیم و شاید بیشترین مقاومت ها را ما سازماندهی کردیم. از بلخ چی خبر؟ و این سکوتی نیست. اما میمانه مسئله ای که امیر صاحب اسماعیل خان به هرات رفته، اون هم پایگاه سنتیش هم اونجا بود، رفتن که اونجا قیام کنه. بنابراین قیام های ما هماهنگ است. و یک موضوع هست که مردم تشیعی هرات، چه هزاره های ساکن اونجا یا شیعیان بومی هرات، اینا به یک نحوی کمتر در این صحنه حضور دارن و هم دلیلش عدم توجه مقامات زیربط به این مسئله است. من از 4 ماه پیش این خطر احساس میکردم، با والی هرات گپ زدم، اون زمان آقای قتالی بود که یک قطعه 400-500 نفری برای هزاره ها و شیعه های اونجا منظور کنن که اونجا مسلح شوند برای دفاع از هرات. باز اونا وعده کردن و وعدهایشون وعده ها سرانجام نشد. من بیشتر از یک ماه هست با ریاست امنیت ملی و شورای امنیت هم گپ زدیم که قطعه 1000 نفری یا کمتر و بیشتر، هرچی که در توان حکومت است، برای از اونا منظور کنن و ما آماده در دفاع از هرات هستیم. اما چون گپا نشده، مردم ما کمتر حضور دارن، مردم غیر نظامی هستن، ملکی هستن، گروپ های کمتری حضور دارن در دفاع از هرات. ولی چون اونجا پایگاه سنتی امیر صاحب است، دیگه اما مسئله است، میگه که لوک در قطار باشه بار در زمین نمیمونه. امیر صاحب خودش کل بار میور داره اونجا. چرا در هرات شما برنامه داشتین، گفتین که یک جبهه را می ساختین، چرا منظور نشد؟ چرا حکومت خدایی کرد؟ خب شاید ملاحظاتی حکومت داشته. برای شما قابل قبول بودیم ملاحظات؟ نه دیگه، پرسانم نکردم اونا. فعلا هزاره ها را در اونجا سهیم نساختن در دفاع هرات و هزاره ها فعلا کمتر حضور داره در جبهات. در ولایت های مرکزی با ویژه مناطق هزارنشین چه برنامه دارن؟ مناطق مرکزی عمدتا هزارنشین است. دیگه در اونجا هم ما سر جای خود هستیم، زیاد ماجراجویی نداریم، ولی اگر طالب حمله کنه مجبورا مردم دفاع میکنن، چنانچه در ولسوالی کجران، در ولسوالی پاتو. در کجران خود شاید 2 سال است، بیشتر از جنگ است. در پاتو هم همین سال اخیر جنگ بود، بسیار شهیدای زیاد بودیم، دشمنان تلفات دیدن. فعلا یک نوع آرامش نسبی هست،
یعنی اگر اونا سر ما هجوم نکنن ما علاقه مند جنگ نیستیم. اما حکومت هم میگه که بین صلح کنیم، فقط طالب است که حمله میکنه. ولی در یوسف جنگ جریان داره؟ در صفحات شمال بله، در صفحات شمال ما درگیر هستیم و در دره یوسف مخصوصا 11 شب متوالی هست که طالبا عملات شبانه داره با بزبزگ و با سلاح‌های لیزری. بچه های ما هم رفتن اونا را از ولسوالی کشیدن پیش از این، مثلا اونا تلفات هم زیاد دیدن، از اون خاطر عقده‌ای هستن، از دو سه ولایت جمع کرده در اونجا سر از اون مردم، سر مردم در صف جنگ است. و دیگه توکل به خدا وقتی که ببینن که کدام کار نمیتونن شاید اونا هم سرد شوند. استاد شما از دایکندی یاد کردین، از ولسوالیش، طالب از هزاره چی میخواین؟ و میان در دایکندی ویژه یک مانه رو انجام میده، حید مذاکره کنده ایش میان ویژه با مردم گپ میزنن. طالب از هزاره ها همون چیز رو میخواین که از دیگاه میخواین، که او میگه بیعت کنین و بین و امارت قبول کنین. دیگه هزاره ها به این خواست از اونا تن نمیده. اما مسئله عدم جنگ بارها مطرح کرده که به منطقه ما نیاین، به منطقه شما نمیاییم، به ما جنگ نکنیم، با شما جنگ نمیکنیم. در چوکات دولت خب طبعا همه اقوام هستن، اونا با دولت جنگ داره. اگر هزارها مونجا در چوکات دولت هستن جنگ میکنن. اما جنگ منطقه‌ای و قبیله‌ای و قومی و بین مناطق اینطوری یک جنگ خوبی نیست. یعنی چه تعاملی وجود نداره میان هزاره و طالبان؟ ولی طالبا به این تعهد نمیکنن، اگر زورشان ده هر چی برسه اونجا حمله میکنن. شما از بیعت گفتن، یک بار شما در سخنانیتان در لوی جرگم از بیعت طالبا گفته بودن. چگونه برای شما پیام رسان کرد بیعت بکنین با طالبا؟ خب او همیشه میگن دیگه، برای ما میگه، برای دیگه بزرگام گفته، برای استاد سیاف هم امروز گفت که برای ما. برای شما شخصا پیامشان کسی آورد که بیعت کنین؟ بله، خب ما یک سال بیشتر آیت های ما مذاکره داشت با اونا. خود تیم مذاکره کننده ایشان گفتن؟ بله، اونا با زمیر گفتن. البته تنها بیعت هم نگفت، سه چیز اونا گفته بود، یا بیعت، یا معیت، یا بی‌طرفی. معیت نیست که با اونا یک جای شیم، بیش بیعت هم نکنیم، با اونا یک جای شیم با حکومت جنگ کنیم. کدام شما انتخاب میکنیم؟ کار نکردیم. بی‌طرفی هم گفت که شما از حکومت خود جدا کنین، بیرقی مثلا طالب بالا کنین، یا بیرق خود بالا کنین. باز ما اون کار نکردیم، برزی که ما در چوکات نظام جمهوری اسلامی در کنار دیگه مردم هستیم، دیگه طرفدار جمهوریت هستیم. ما مبارزه میکنید مقابلش؟ هست گپ ما یه که صلح شده، نباید بجنگیم. حال که وضعیت با جنگ است، اگر جنگ شد خوب دیگه، جنگ است دیگه. شما تجربه جنگ با طالبان رو دارین، طالب امروز با طالب گذشته فرق کردن؟ بعضی ها میگه طالب فرق کردن، روایت ها مختلفه. طالب و طالب گذشته نیست، طالب با مشارکت ملی را قبول کرده، طالب با اقوام دیگه هم تعامل میکنه. این گپا رو میگن، ظاهره این گپا خوشبینانه هست، ولی این منویات طالب یه آدم ها درک نکرد. بعضی میگه طالب تغییر کردن، خشنتر، بیرحمتر، قصابتر شده. میگه که رئیس به جمهور هم در بیانی خودی را یاد کرد، سالی صاحب هم در بیاناتش هم میامده. خب روایت دیگه هم هسته که میگه طالب هیچ تفاوت نکرده، از نگاه سایکولوژی، از نگاه ایدولوژی اونم طالب هسته که سال 1996 آمد، یا دهه 70 آمد، اونم طالب است، هیچ ماهیتش تفاوت نکرده. نحوه خشونتشان طبعا دیگه گاهی وقت شدید و گاهی خفیف همینطور دوام داره. از روایت شما از طالب باز چی است؟ روایت ما است که طالب اونم ماهیت است. البته ما ایرم قبول داریم به قول رئیس به جمهور که گاهی وقت خشونتش گذشته تر هم کرده، گذشته تر است، یعنی قوی تر شده. ولی اصلا ماهیتشون ماهیتی اونم امارت است، اونم ماهیتی سیاهی دیکتاتوریست که تفاوت نکرد. تعریف طالب شما چگونه میکنین؟ تروریست یا نه؟
خب بستگی به عمل داره دیگه، هر کسی در حال حاضر که وضعیت میبینه تروریست ها خب آدم میکشه، در نظامی میکشه، ملکی میکشه، صورت های مردم رو پست میکنه، چشمای مردم رو میکشه، یعنی ما کار تروریست هست دیگه. و هر در کشور حال حاضر جنگ به شدت جریان داره، در هلمند و هرات و دیگر ولایت ها هر روز در رسانه ها از تلفات طالبان سخن گفته میشه، دیده میشه هنوز هم این گروه نیروی کافی داره، از کجا پیدا میکنه؟ اینا خب بعض جاها رو که میگیرن، وقتی که مناطق گرفت زمینه برای سربازگیریشان فراهم میشه که مردم به اجبار جمع میکنن، مثلا در می تخار که حالا سر شهر تخار جمع کرده است 15-16 ولسوالی در اختیارشون است اون ولایت، اونا رو کل نظر ولسوالی مثلا 40 نفر 50 نفر مگه 100 نفر بین جنگ کنن، اونا خودشون میرن یک کنیم 1000 نفر میشه دیگه. یا مثلا در جاهای دیگه که ولسوالی ها رو میگیرن مردم جمع میکنن، برین سلا بگیرین، برین جهاد کنین، جمع میکنن به زور مردم ها دی. از راه زور. اما با کمبود نیرو دوچار هستن، نیروی وفادار، نیروی انگیزه ای که اونا داشته باشن با کمبود شدید دوچار است. چگونه سازماندهی میکنه این کار؟ این سربازان شما؟ اینا مراکز آموزشی دارن، مراکز شستشوی مغزی دارن. در کجا؟ در کوهستانات سر پل دارن، در فاریاب دارن، در کوهستانات جوزجان دارن، در جاهای اینا اون آموزش میتن. شاید در بیرون از مرز هم پروگرام ها اونجا میشن. حکومتی که شما مشاوران هستین، از این خبر دارن که در سرپل، فاریاب، جوزجان چنین جای داره که طالب اونجا آموزش میده، پرورش میده، باز میاد جنگ میکنند؟ خوی ترست که اون انتخاب کنترل طالب هاست دیگه، طالب ها اونجا رو گرفتن دیگه، وقت اونجا رو بگیرند مناطق خود در کار میکنن. ها چگونه مبارزه میکنین؟ خب مبارزه خود به اندازه ای که توانش باشه دیگه، ولی بسیار توان دولت در بسیار مناطق از دست رفته. ناتوان شده حکومت؟ بسیار مناطق خونا گرفتن دیگه. میتونه با این حالتی که داره پیش برن طالب شکست بدن؟ توکل به خدا، الله سازماندهی داریم که بسیج کنیم مردم طالبا رو بکشیم از مناطق. برای این کارتان هم از زیر یک چتر جمع شده همه سیاسون همه این کار میکنن؟ بله حال دیگه تقریبا اتفاق است دیگه، اگه اون مورد دو مورد از بزرگان باشه دیگران همه یک جای جمع. طالب چی میخواین در اصل؟ آیا میخواه به زور بیا حکومت بگیره؟ و همیشه یک چیز گفتن که استعفای رئیس جمهور غنی. طالب مقصدشون اونمو اماراتی اسلامی و تعریف خودشان هستن که او را بهترین حکومت میدانن، اونمو را تفسیر کرده که نمی حکومت اونمو حکومتی که 20 سال پیش بود اونمو بهترین حکومت است دیگه، اونمو را میخواه. و هماره گفته استعفای رئیس جمهور غنی. خب طبعا او که وقت حکومت خود را برقرار کنه دیگه کس دیگر را ریاستش قبول نمیکنه دیگه. آیا فکر میکنه جمهور حاضر شو استعفا بده؟ دیگه رئیس جمهور در صورت خود او کار کرد که یک سال و ثبات و یک امید برای یک آینده موجود باشه دیگه، در این طور یک شرایط خب باز امو گدودی زیادتر میشه. بازم در می بحث جنگ هستیم، طالب در غرب کابل در چند قدمی جایی که شما زندگی میکنن میان اشر میگیرن، اشر گردآوری میکنن، تحرکات طالبانی در مناطق قزلنشین وجود داره. چی میکنین؟ برنامه تان چی است؟ و مردم هزاره از شما توقع داره؟ تا هنوز راست قضیه که حکومت اما قدر امکانات برابر نکرده که مناطقی که شما یاد کردین تامین شوه و جلوی نفوذ مخفیانه طالبا گرفته شوه. اونا رو علنی خود نمیتونن، خب میان در شب روزی یک کسی رو فشار میده که در معاشر بدین، ولی خب امکانات اگر برابر شوه بازو گپا نمیشه دیگه. حتی در کابل امکانات برابر نکردن دیگه، بیشتر متکی به پلیس و همین نیروهای رسمی حکومتی هست که اونا شاید تمام
وظایف انجام دادن اتانا، ولی باید اگه نیروی همینطوری که در دیگر جای هم دست بسید شده در کابل هم ضرورت هست که برای دفاع از کابل نیروی به وجود بیاید. شما شخصا از رئیس جمهور درخواست کردین که نیروی ساخته شود؟ پاسخ رئیس جمهوری چی بود؟ تا هنوز البته طرح امنیتی غرب کابل داده شده، تا هنوز اجراعات صورت نگرفته، ولی احتمال داره که یک روزی شود. در مالستان غزنی چی گذشت و چی کردین؟ در مالستان غزنی یک سری غفلت وظیفوی از مسئولین اونجا صورت گرفت که مالستان کمی بدون درگیری در مرکز ولسوالی ابتدا سقوط کرد. البته جنگ در منطقه پشید اونجاها قماندان ها جنگیدن، اونا را با فشار از منطقه بیرون کردن، اما مرکز ولسوالی یک رقم شد که بار اول بسیار به سادگی سقوط کرد. اما باز دوباره همین مسئولین رفتن اونجا را گرفتن، طالبا تلفات هم دیدن، باز دوباره مقاومت نتونستن برگشتن. دیگه خوب بالا مردم از اونجا آواره هستن، اونجا جنایات جنگی زیاد شد، حدود 34 نفر شهید شدن، یک 30 نفرشون مردم های ملکی بودن، بسیار عذاب کش شدن، جنایت کردن. خود طالب است دیگه، جنایت جنگی از خصایصی از او مردم ها هستن. مردم هزاره از مالستان آمدن در کابل و در حالت خراب زندگی میکنن، توقعش از شما که من حیث رهبر این مردم هستن توقع دارن که برایشون رسیدگی کنن، چی کردین تا اناس؟ توقعشون به جای است. خود شما میفهمین که او امکاناتی را که ما در اختیار داشته باشیم او را نداریم، تلاش میکنیم که برایشون امکاناتی را از حکومت برابر کنیم، ولی تا اناس هم اینمی موضوع زیاد فکس نشده که گپ ما به حکومت مور محکمه باشه. مردم هزاره در وضعیتی است و تا هنوز زمینه فرار نشده که مشاورش رئیس جمهور ببینه و حرف بزنه در مورد اون مردم؟ نه، دیده میشه، حرف زده میشه، ولی گفتم که گپ موت مثل مور محکمه چلیش سعی نداره در حکومت. بازو دیگه باید بره به پروسیجرا تا یک مسیر شده. شما مشاور ارشد هستین و حرفتان تا هنوز هم در حکومت شنیده نمیشه؟ مشاور ارشد مانوشی نیست که رئیس جمهور باشد، مشاور ارشد مشاور است. در دوحه چی میگذره؟ از دوحه با خبر هستین حیاتی که به دوحه رفت، نزدیکترین و رفیقتان دکتر سب عبدالله به دوحه رفت، با طالبات در مورد چی صحبت کرده؟ دکتر سب عبدالله رو دیدین؟ دیدار داشتین همراهش چی گفتن؟ اونا در گزارش که دادن به شورای عالی گزارش شنی بود که طالب آماده صلح نیست. طالب که صلح نمیخواهند چی توقع دارند که حال خیلی مذاکره میکنند؟ چرا حیات دوباره به کابل نمیه؟ خب اینطور است که ذهنیت عمومی جامعه جهانی و منطقه بر مذاکره هست. خب طالب مذاکره نمیکنه؟ مذاکره از دروغ میشند مذاکره نمیکنه. اگر ما بگیم که نه ما نمیریم، خب باز ملامتی به دوش ما میشه دیگه. میریم ولی اونا حاضر به صلح نیستن. قرار است یک حیات دیگه به رهبری رئیس شورای مصالحه ملی به دوحه برن. شما هم این بار با دوحه میرین؟ من از دیگه تنوز اطلاع ندارم. درست. از جمع کشورها یاد کردین که همه حالا میخوان که گفتگاه صلح داشته باشیم، شما میگین که طالبان صلح نمیخواه، حکومت چی میکنن؟ آیا کشورهای منطقه را تا هنوز قناعت دادن که طالب صلح نمیخواین و ما در برابر از اون باید بجنگیم؟ کار جریان داره در این مورد. هم دومی که به طالب به شمال چگونه رسید؟ شمال که حال در آتش جنگ میسوزه. خب یه گپ کنه است دیگه، از دیر زمان است که طالب ها دو سه سال است که در شمال جنگ داره. حالا جنگشان زیادتر شده؟ زیادتر شده، بنده کل افغانستان زیاد شده. از طالب به داعش اگه بریم، داعش چگونه گروه است؟ داعش یک کرونای جهش یافته تر از طالب است. کرونا رو شما دیدین که اولش خوبتر بود، پسان کرونای کجا شد، انگلیسی شد، ایتالیایی شد، گونه های تفاوت یافتش که خطرناکتر بود. داعش هم یک گزینه
تکامل یافته تر در جنایت و در بربریت از طالب که طالب خدا بیامرزی کنی. فکر میکنین که طالب در زیر نام داعش در شمال کشور جنگ میکنه؟ طالبان و داعش و القاعده و لشکر طیبه و جیش محمد و همه گروه هایی که در اون طرف مرز ما فعال هستن همه از فعلا در یک اتحاد وارد افغانستان شده، در شمال افغانستان هم که کار میکنن متحدانه کار میکنن، داعش و طالب و القاعده و لشکر طیبه و جیش محمد و گروه هایی که مربوط داعش میشه از سمت آسیای میانه کل از اینا در یک ردیف زیر سرپرستی و یک سازمان جهنمی که شما میشناسین زیر نظر از کار میکنن. در مورد دایکندی بحث کردم که نام نیز افزایش پیدا کرده، والی دایکندی کیست و کجاست؟ حال فعلا وضعیت دایکندی گسترش پیدا نکرده، فعلا آرام است. دایی حد والیش کیست؟ والی یه خانم بود به نام رشیده شهیدی، او فعلا از وظیفه خود برکنار شده و والی دیگه هم شاید این روزها بره. تا یک فرمان ریاست جمهوری مراد علی مراد به حیث والی دایکندی معرفی شد و ماموریتش هم در هوا به پایان رسید و گفته میشه مخالفت شما کردن. دیگه او اینطور است که رئیس جمهور صلاحیت داره که کس را تعیین کنه، کس را برکنار کنه. رئیس جمهور مراد علی مراد را تعیین کرده بود، چرا مخالفت کردن شما؟ رشیدی را میشون تعیین کرده بود. تغییر تبدیل یک اصل است؟ خانم رشیده شهیدی را. در پشت قضیه مراد علی مراد چیزی هست؟ چرا نتانست به ولایت دایکندی بره و ماموریت که رئیس جمهور تا فرمان را روان کرده بود انجام؟ من بر شما گفتم که خود رشیده شهیدی هم به فرمان رئیس جمهور رفته بود، به فرمان از ما نرفته بود. خب ماموریتش احتمال به پایان میرسید که یک کس دیگه برایش معرفی میشد، چون تغییر تبدیل در نظام یک اصل است. این فعالات در داخل نظام هست، ارگو لازم ببینه کس را تعیین میکنه کس را نمیکنه. حالا مگر مراد علی مراد تعیین شو به حیث والی دایکندی میپذیرین؟ رئیس جمهور درباره مسائل تصمیم میگیره. خب مخالفت شما بود که والی نتونست به مراد علی مراد به دایکندی بره. گفتم که رئیس جمهور در مسائل صلاحیت هر چیز تصمیم که درباره والی دایکندی رئیس جمهور بگیره برای شما پذیرفته نیست. سیاست دایکندی متمرکز است جنگ مسئله‌شون اونجا آرام آرام است. والی شو که در ماموریت شده و به پایان رسیده در جایی که جنگ است بحث کن که حال داره. خب ما نگران عزیزتیم که در نبود والی جنگ با دایکندی نره، مردم آوانه نشه. تشکر که از دایکندی نگران استی تو. نگرانی دایکن باشنهای دایکندی ممیده است. خیلی میروان استی بخدا. به خاطر اهمیت نشست سازمان ملل متحد، همکارم بهرام امان یک گفتگوی انجام داده که با هم می‌بینیم. سازمان ملل متحد در سال 1945 بعد از دو جنگ ویرانگر جهانی ایجاد شد. هدف از تشکیل این سازمان حفظ صلح و امنیت بین المللی در برابر تهدیدهای دولت‌های خودکامه و متجاوز بود. ولی افغانستان سال‌هاست که در آتش جنگ می‌سوزد و مردم افغانستان کار خاص از این سازمان را شاهد نبودند. به تازگی حتما می‌دانید که این سازمان بر رهبری هند نشست درباره افغانستان برگزار کرد. این نشست چه اهمیت دارد؟ سود این نشست چه؟ کار که این سازمان می تواند بکند چیست؟ دستگاه دیپلماسی افغانستان چقدر در پیوند به اقناع جهان و حداقل تضمین حفظ نظام کارکرد خوب داشته؟ در سوی دیگر روند صلح چه شد؟ سلام به گفتگوی ویژه امشب، خوش آمدید. این پرسش ها را و بیشتر از این البته با آقای محمود صیقل نماینده دائمی پیشین افغانستان در سازمان ملل متحد به بحث میگیریم. آقای صیقل شما هم به برنامه بسیار خوش آمدید، تشکر از اینکه وقت گذاشتین. چطور یافتین نشست سازمان ملل را؟ خب با تقدیم سلام به شما و بیننده های محترمتان، ما فکر میکنم در شرایط بسیار خرابی که کشور ما قرار داره خامخواه که نشست شورای امنیت مهم بود که صورت میگیره.
در قدم اول یک بریف دست اول برشان مهم بود که از خود نماینده خاص سرمنشی ملل متحد بگیرن و همچنان در ساحه حقوق بشر یک بریف داشته باشند و همچنان ببینن که نماینده رسمی افغانستان چی گفتنی های داره برای شورای امنیت. و در این زمان هر کدام از اعضای شورای امنیت موازی خود اعلان کردن. من فکر میکنم زیادتر یک جلسه بود که خواستند که تبادل نظر صورت بگیره و نظریات همه بشنوان، یک معلومات دست اول از خود افغانستان داشته باشند که شرایط به چه شکل است. البته اتفاقا این پرسش را میخواستم مطرح بسازم آقای سهقل، جدا از این که نگرانی میکردن اعضای سازمان ملل متحد و شما از او یاد کردین، فکر میکنین همین انتظار از سازمان ملل میره یا نه باید بیشتر از این اقدام بکنه؟ اجازه بدین که من کمی میره توضیح بدم. بله گفتیم که دیگه تنها یک جلسه نبود، یعنی یک جلسه بود علنی که در پهلوی نماینده خاص سرمنشی ملل متحد و کمیشنر حقوق بشر افغانستان و همچنان نماینده رسمی افغانستان خود اعضای شورای امنیت اظهار نظر کردند و در خاتمه یک جلسه بسته داشتند که او بین خود اعضای شورای امنیت بوده و نتایج از او هنوز معلوم نیست، زیادتر او برای مشوره می باشد و به تعقیب از او یک مدت را در بر می گیره که باز اونا تصمیم بگیرن که چی کنن. و این را ما فراموش نکنیم که اعضای شورای امنیت همین بازیکنهایی هستند که در منطقه ما هستند. چین همسایه ما یک بازیکن کلیدی در شورای امنیت، فدراسیون روسیه یک بازیکن کلیدی و امریکا که در حیات افغانستان نقش از کلان داشته در 20 سال گذشته از جمله اعضای دائمی شورای امنیت. پس وقتی که ما میگیم شورای امنیت، یعنی بازیکنایش، بازیکنای کلیدیش زیادتر یا پنج بازیکن کلیدیش کسایی هستند یا کشورهایی هستند که در حیات افغانستان دخیل بودن در طول 20 سال گذشته. من فکر میکنم یک وقتی را در بر خواهد گرفتی مربوط عزیزی میشه که آیا خود افغانستان یک بازیش داره یا نداره، آیا زمینه های را مساعد ساخته در زوایای مختلف که یک تصمیم خوب از شورای امنیت بیرون شود یا نشه. و در این زمان خود موازی را که پنج عضو دائمی شورای امنیت دارن او چقدر هماهنگ میشه و او را ما و شما دیدیم که تا اندازی را بالایش کار شده، مخصوصاً در چارچوب ترویکای توسعه یافته یا ترویکا در قدم اول که امریکا و فدراسیون روسیه و چین است که اینا در طول دو سه سال گذشته بارها با هم دیدن و در اواخر باز ایر توسعه دادن و پاکستان هم دعوت کردن و اتفاقا که ظرف در آینده بسیار نزدیک اینا یک نشست دارن در دوحه. پس تا اندازه را هماهنگی بین موازه قدرت های کلان در چارچوب ترایکا صورت گرفته که البته در اوج انگلستان و فرانسه نبوده و من فکر میکنم که شاید مهم باشه که در چارچوب وزید ترایکا اگر پاکستان دعوت میشه، سوالی که پیدا میشه که چرا خود افغانستان صدا در اوج نداره و مخصوصا که بحث بالای افغانستان است و از طرف دیگه اتحادی اروپا که یک بازیکن کلیدی است در حیات افغانستان مخصوصا در توسعه افغانستان اگر در اوج حضور میداشته باشه بازو میتونه که یک نمایندگی نسبی از تمام اروپا کنه و فرانسه هم شاملش است. من فکر میکنم که یعنی چارچوب هماهنگی موازی قدرت های کلان بیرون از شورای امنیت هم وجود داره که اگر در روی باز مسائل شکل میگیره با آسانی رو میتونن به شورای امنیت ببرن. ده عضو دیگه شورای امنیت یک تعدادش در حیات افغانستان داخل بودن و سهم داشتن، به طور مثال ناروی که امروز یکی از منشی های مسئله افغانستان در شورای امنیت است، استونیا تا اندازه کمتر، هند خامخا که از منطقه ماست و در این ماه هم ریاست شورای امنیت به عهده داره در ماه آگست بله. البته که هر ماه ریاست تغییر میکنه. پس تمام از اینا من فکر میکنم که بیرون از شورای امنیت هم صحبت های دارن و ای که چقدر هماهنگ میشه و هر قدر و ای که آیا خود افغانستان
که من هنوز نمیبینم که چه چیزی را که بازی خود داره یا نداره. من فکر میکنم به همین اکتفا کرده افغانستان که شورای امنیت یک جلسه دایر کنه و لااقل و خود افغانستان عضو شورای امنیت نیست. پیشنهادی هم که شد برای تشکیل از جلسه دیروزی از طرف استونیا و نروژ شد، به خاطر که دو کشور منشی های مشترک مسئله افغانستان در شورای امنیت هستند. درست، و شما هم مثل مردم افغانستان در انتظار از این هستین که از این نشست چه نتیجه بیرون می آید. ولی جدا از این که در این نشست چه گفته شد که بعداً با جزئیات روی از اون میپردازیم، شما در سازمان ملل متحد کار کردین، فکر میکنین دید سازمان ملل متحد در پیوند به صلح و جنگ افغانستان چی است؟ خیلی کوتاه اگر اشاره بکنین. خب ببینین، این مربوط از این میشه که ما موضوعات از کدام زاویه در شورای امنیت مطرح میسازیم. اگر موضوعات داخلی را مطرح میسازیم، فعلا صحبت با طالبا یک موضوع داخلی قلمداد شده متاسفانه. ابعاد پیچیده منطقه‌ای از این روز به روز دیگرها تلاش کردند که کم بسازند و ما هم در برابرش خاموش باقی ماندیم. متوجه باشین که به اساس منشور سازمان ملل متحد، شورای امنیت در مسائل داخلی افغانستان بر اساس احترام به حاکمیت ملی دخالت زیاد کرده نمیتونه، اما ابعاد منطقه‌ایش، مخصوصا ای که حمایتی که برای طالبا وجود داره از طرف پاکستان و رهبرای خود پاکستان در گذشته اعتراف کردن که همچون یک حمایت وجود داشته و وجود هم داره، اگر این مسئله را ما رسمی میبریم به شورای امنیت، بازوی مسئله جدی میشه که به این مسئله رسیدگی کنن. من فکر میکنم صحبت هایی که دیروز شد زیادتر مسئله حقوق بشر مطرح شد و مسائل بشری مطرح شد و ای که شدت جنگ چطور کاهش پیدا کنه، که عرصه از این تا اندازی را باز گره میخوره به سیاست داخلی افغانستان. اما در این زمان مسائل حقوق بشر یکی از وظایف کلان شورای امنیت است که ما امیدوار هستیم به این مسئله عاجل رسیدگی کنن، اما رسیدگی به حقوق بشر و رسیدگی به مسائل بشری که صورت میگیره، اونا گره خوردن به جنگ و جنگ ابعاد منطقه‌ای داره. حال تا اندازه بسیار کمی را از طرف افغانستان مطرح شد ابعاد منطقه‌ایش، زیادتر تمرکز بالای مسائل حقوق بشر و مسائل بشری بود. در گذشته تلاش هایی که ما کردیم این بود که یک شکایت نامه رسمی تسلیم شورای امنیت شود، مخصوصا در رابطه با پناهگاه های تروریستی که در پاکستان است. چندین بار تقاضای ما از کابل همی بود که در این مورد ما دست به کار شویم، و حتی سفرهای شورای امنیت هم که بر کابل آمدم چند سال پیش، من انتظار داشتم که یک دوسیه خوبه که مستند شده باشه این مسئله تسلیم از اونا شوه، که متاسفانه همچه یک دوسیه ساخته نشده بود در کابل. و اما در رابطه با تخلفاتی که از طرف پاکستان صورت گرفته بود در سالهای 2016 و 2017 و همچنان تندازیر 2018، ما تانیستیم که یک شکایت نامه رسمی را در رابطه با حملات پاکستان تعدیل تمامیت ارضی افغانستان سرانجام در ختم ممولیت خب البته آقای سیکل روی شکایت نامه رسمی ابعاد خارجی قضیه میاییم، ولی شما موارد را یاد کردین که در درون افغانستان وجود داره و سازمان ملل متحد به گفته شما به عنوان یک سیاست داخلی افغانستان را میپنداره. مثلا بحث حقوق بشر را یاد کردین، بحث جنگ طالب به حکومت افغانستان را یاد کردین. در همین پیوند سازمان ملل متحد چه کار کرده میتونه؟ چه از دستش ساخته است؟ خب ببینید، این مسئله گره میخوره به ماموریتی که شورای امنیت به دفتر یونما داده در قدم اول، و این ماموریت هر سال تجدید نظر میشه و سال گذشته در ماه سپتامبر یک سال دیگه تمدید شد و قرار است که یک ماه بعد دوباره این ماموریت مورد بحث قرار بگیره. یعنی در چارچوب همین ماموریت و وظایفی که به یونما داده شده، اینا باید دست به کار شود. من فکر میکنم که اگر به مسئله اصلی رسیدگی صورت نگیره و اشتباهاتی که صورت گرفته که متاسفانه مور شورای امنیت هم سر از او خورده، ما مشکلاتی را با خود می داشته باشیم. به طور مثال نامیگن که قطعنامه 2513 که 10 روز بعد از اینکه امریکا موافقتنامه را با طالبا امضا کرد رفت به شورای امنیت و شورای امنیت قطعنامه را صادر کرده، او مشکلات خورده داره. یعنی جنجال هایی که در موافقتنامه امریکا با طالبا وجود داره، او مور شورای امنیت هم خورده.
که در وقتش ما تلاش کردیم که به این مسئله رسیدگی شود، متاسفانه که کسی را نشنید. اما من فکر میکنم که قطعنامه 2513 که در روز بعد از امضای موافقتنامه امریکا با طالبا صادر شده از طرف شورای امنیت مشکلات خود داره. من خودم موافق نیستم با بخش از ماده های از او. متاسفانه دیروز تاکید جانب افغانستان و تاکید دیگر ها زیادتر سر زمین بود که ما این قطعنامه را باید تطبیق کنیم. و یک بخش دیگهش که من فکر میکنم خوب است که در او ساعت کار شود، او قطعنامه 1988 است که در رابطه با رژیم تعزیرات است بالای طالبا. و اشارات خوبی داده شد دیروز که اگر طالبا جنگ استاد نکنند و کاهش خشونت وجود نداشته باشد، باز رژیم تعزیرات با قوتش بالایشان عملی خواهد شد. و دیروز زیادتر پیام همی بود که آخرین چانس طالبا دارند که جنگ شدتش کم بسازند. اشارات بسیار جدی داده شد از طرف اعضای شورای امنیت و من فکر میکنم که شاید قطعنامه هم اگر صادر شود آخرین چانس باشه برای طالبا که از پیشروی مخصوصا در ساحات شهری افغانستان جلوگیری کنند. و در صورتی که این کار نکنند، باز گام بعدی شورای امنیت میخواد بود که سر مسائل دیگه ببینه که چطور به زور و با فشار این مسئله سر طالبا تحمیل کنه. البته این بار اول نیست آقای سید خلق که به طالب هشدار داده میشه که برای امارت اسلامیش پذیرفته نمیشه، ای که از راه زور به قدرت در دست بگیره پذیرفته نمیشه، این که منزعی میشه. ما هاست که ما میشنویم که چنین چیز جامعه جهانی به طالبان میگه، ولی ظاهرا در روی کرد طالبش تغییر نیامده. فکر میکنین این بار چقدر طالب پروای هشدارهای سازمان ملل را میتونه داشته باشه؟ من فکر نمی کنم که اینا اوقدر زیاد پروایش داشته باشند. در گذشته هم 5 سالی که در افغانستان حکومت کردن اوقدر زیاد در فکر از این نبودن که جهان اینا رو به رسمیت بشناسه. 3 کشور اینا رو به رسمیت شناخت و یکی دو کشوران دوباره رسمیت شناختن خود گرفت. من تا جایی که میبینم اصلا طالبا آشنایی ندارن با مسائل بین‌المللی و با موازین بین‌المللی که وجود داره و اونا اوقدر زیاد با قدری که جهان بیرون پیشش مهم از شناختن یا نشناختن طالبا، پیش خود از اونا قدر مهم نیست. و کسانی که در عقب طالبا قرار دارن که پاکستانی ها هستن، اونا هم زیادتر در فکر تضعیف افغانستان هستن با استفاده از طالبا به صفت ابزار. پس من فکر نمی کنم پاکستان بسیار علاقه داشته باشه که با رژیم طالبا به رسمیت شناخته شود از طرف جامعه جهانی. اونا فعلا از طالبا استفاده می کنن به صفت ابزار برای تضعیف افغانستان و برای از بین بردن دستاوردهای زیادی که با در 20 سال یا تعداد دستاوردهایی که در 20 سال گذشته داشتیم، چطور اینا رو ما از دست بدیم. و متاسفانه همیالی که ما شما صحبت میکنیم و دیروزی که اینا صحبت میکردن در شورای امنیت، ما دستاوردهای خود روز از دست دادن میرفتیم و هنوز از دست میدیم. من فکر میکنیم یک اندازه ناوقت است کارهایی که ما میکنیم. در وقتش 3 سال پیش 4 سال پیش نظریات خوبی وجود داشت، فرصت های بسیار خوبی وجود داشت که ما دست به کار شویم. اینطور نه که گفته نشده و بزرگای افغانستان بارها گفته شده. در وقتش ما پیشنهاد کردیم که دفتر طالبان در قطر باید بسته شد و فرصت بسیار خوبی هم وجود داشت به خاطر که خود قطر در انزوا قرار داشت سال 2017 و ما میتونستیم دست به کار شویم. متاسفانه همی آقایونی که امروز مسئول هستند در کابل اینمینا هدایت دادن که ما دست به کار نشیم و دفتر طالبا بسته نشه و کارهای دیگه ای که در گذشته شده. تا اندازه را تا جایی که من میبینم یک اندازه ناوقت است کارهایی را که ما آلی ما میکنیم. به هر ترتیب شورای امنیت وظیفه داره که به این مسائل رسیدگی کنه، اما رسیدگی شورای امنیت جدی گره میخوره به تفاهم و هماهنگی خوب بین 5 عضو دائمی شورای امنیت، مخصوصاً امریکا، روسیه و چین. در صورتی که یک تفاهم خوبی بین از اینا صورت بگیره، من فکر میکنم که کارهای شاید است که انجام شود. البته خود همین در شرایط فعلی که هنوز خروج خاتمه پیدا نکرده رسما، با وجودی که ما میریم به طرف ختم ماه آگست و 11 سپتامبر هم تاریخ سمبولیکش است که بالاخره خروج خاتمه پیدا میکنه، من فکر میکنم که هنوز هم روسیه و چین که رقبای کلان امریکا هستند در دیگه قضایای بین‌المللی و در منطقه ما، اینا اوقدر روی همکاری شاید از خود نشان ندن.
و کشورهای منطقه هم هنوز هم تلاش دارن که امریکا بدنام باشه در البته روی افغانستان، و بله چیزی که بعد از رفتن امریکا در افغانستان باقی میمانه یک تصویر خشن باشه، تا ای که اینا جهان متقاعد بسازند درست. که امریکا یک بازیکن خوب نبوده. روی بوده هنوز یک ادامه داره، اما من فکر میکنم درست. که با خروج کامل امکان داره که موازی روسیه و چین و ایران تا اندازی را تغییر کنه، و پاکستان هم شاید که تفاهمی باش داشته باشن، و در اون صورت شاید که کارهای صورت بگیره. اما اینو با فراموش نکنیم که بازیکن اساسی پاکستان خود. ولی با توجه به این تقابل کشورهای مختلف جهان، بخصوص بازیگران اصلی سازمان ملل متحد که شما از بریتانیا یاد کردین، امریکا، پاکستان، چین، فکر میکنین چقدر تقابل از اینا میتونه بازی یا سرنوشت صلح افغانستان را پیچیده بسازه؟ مثلا در همین نشست نماینده از پاکستان حضور نداشت، به دلیل از اینکه رهبری این نشست را هند بر عهده داشت. من فکر نمی کنم، من نمی فهمم که ببینید نشست، یکی نشستی است که هر سه ماه بالای افغانستان صورت می گیره و در اوج هر کشوری که خواسته باشه بعد از اینکه اعضای شورای امنیت اظهار نظر می کنن، اونا می تونن که برای 5 دقیقه، 6 دقیقه، 7 دقیقه صحبت کنن. اما این نشست شاید که تا جایی که من دیدم فقط مشخص برای کسایی بودن که بریف دادن، سه نفری که بریف دادن که خود نماینده سرمنشی بود و رئیس حقوق بشر افغانستان و نماینده رسمی افغانستان و باقی 15 عضو شورای امنیت بودن که صحبت کردن. امی شکل از این نشست شاید به همین شکل بوده باشه که بینمی اکتفا کنن. اما در نشست های سه ماهی که بالای افغانستان صورت میگیره، هر کشوری که خواسته باشه باز میتونه که اظهار نظر کنه در ختم صحبت های خود اعضای شورای امنیت. من تا چیزی که من امروز دیدم، دیروز دیدم، به طور مثال روسیه تاکید زیاد بالای عمود و سه چیزی همیشگی است: رسیدگی به داعش، رسیدگی به مواد مخدر و جلوگیری از مهاجرت های بسیار زیاد، که شما میبینید که به ذهن از اینا زیادتر مسائلی که به منافع خودشان گری خورده وجود داره تا چیزی که در افغانستان میگذره. از او خاطر یعنی ما متوجه باشیم که 15 عضو شورای امنیت در قدم اول منافع ملی خودشان برشان مهم است، با تمام مشکلاتی که در افغانستان وجود داره متاسفانه، و از او خاطر است که ما خود ما افغانستان باید است که یک بازیکن خوب باشه در صحنه های بین المللی و مخصوصا در نیویورک و نفوذ داشته باشه بالای کار سازمان ملل متحد و جلساتی که در صورت میگیره، و این که چقدر لابی فعال میکنه به اساس منافع خود افغانستان، این مهم میشه. البته این که گفتم که پاکستان به دلیل که هند رهبری نشست رو به عهده داشت، خب تحلیل یک شما رمین است، خب از تقابل هند و پاکستان شما بهتر میدانین، ولی شما اشاره کردین به دستگاه دیپلماسی افغانستان. چقدر در همین راستا دستگاه سیاست خارجی افغانستان یا وزارت خارجه افغانستان تانست خوب عمل بکنه؟ ببینین، وقتی که ما میگیم که اجماع در رابطه با صلح افغانستان و اجماع منطقه‌ای و اجماع جهانی، یکی جلسات است که در دور یک می صورت میگیره و کشورها موضع‌گیری خود اعلان میکنن، که من فکر نمیکنم که او موضع‌گیری اصلی کشورها باشه. خامخواه کشورها اونمو به شکل فرمالیته ما از روند صلح افغانستان استقبال میکنیم، روند صلحی که مالکیتش و رهبریش پیش افغانا باشه، و دیروز این گفت که حتی کنترلش به دست افغانا باشه. اما چیز فرمالیته که نام میگن، اما در پشت سر صحنه باز بازی های دیگه هست. باز میبینیم که یک تعداد از این کشورها دخیل هستند در موضع‌گیری های مختلف در داخل افغانستان و حتی در سیاست داخلی افغانستان. این دیگه باز مهم است که ما اگر میخواهیم که یک بازیکن باشیم در صحنه های منطقه‌ای و جهانی، باید است که کار کنیم و دیپلمات های کارکشته داشته باشیم و بفهمیم که در پایتخت های منطقه ما چطور تصامیم گرفته میشه، و اونا هم سیاست داخلی خود دارن، اونا هم جناهای خود دارن.
اونا هم جنای نظامی خود دارن، باز جنای ملکی خود دارن و مشکلات خود دارن. و این بسیار مهم است که ما بتانیم درک کنیم تصمیم گیری در پایتخت کشورهای منطقه و همچنان در واشنگتن و همچنان در خود نیویورک جایی که شورای امنیت است. ما در اونجا مشکلات داریم. من فکر میکنم که دیپلماسی سلمای دیپلماسی بسیار پاشان بوده، زیادتری دیپلماسی در محور دیپلماسی دیگر کشورها چرخ میخوره تا ای که در محور منافع ملی افغانستان. شما میبینید که کشورهای منطقه هر کدامش علیحده سیاسیون ما را دعوت میتن و یک تعدادش حتی سفر میکنن و با مقامات کشورهای منطقه میبینن بدون از اینکه وزارت خارجه افغانستان در جریان باشه. و وقتی هم که پیش از اینکه برن تفاهمی که بین سیاسیون در کل باید وجود داشته باشه و بین مراجع حکومتی ما و سیاسیون اوتو یک تفاهم وجود نداره و وقتی که بر میگردنم اوتو یک بریفی که باید داده شوه و دیگران در جریان قرار بتن اوتو یک چیزی وجود نداره، اگر دارم بسیار کم است. فلیاد ما مشکلات خود داریم در کل سیاست خارجی ما، خطوط اساسیش هنوز تعریف نشده، هنوز از طرف پارلمان افغانستان تصویب نشده. سیاست ما زیادتر یک سیاست واکنشی است و متاسفانه که ما تا حد زیادی را هر کسی که خواسته که در روند صلح افغانستان یک بازیکن باشه از بیرون ما از او استقبال کردیم، در حالی که ازدیاد بازیکن‌ها در روند صلح افغانستان خودش چالش های خود می داشته باشه. هر بازیکنی که میاد در این روند اضافه میشه او منافع خود با خود میاره و رقابت های خود با خود میاره و مشکلات خود با خود میاره، در پالوی ازی که کوشش میکنه که اگر مفید هم تمام شود بهترین روند صلح همو روندی است که تعداد بازیکن اونجا کم باشه. و ما فکر میکنیم که یکی از پالیسی های ما باید همین باشه که ما روز به روز چطور تعداد بازیکن ها رو کم بسازیم و فقط با همون بازیکن ها اکتفا کنیم که واقعا میتونن کاری انجام بدن. خب البته اتفاقا من میخواستم بپرسم که چی باید شود اگر تعادل دیپلماسی حکومت افغانستان و طالبان را ببینیم. حداقل در این اواخر طالبان سفرهای مختلف به ازبکستان، روس، چین داشتن ولی دستگاه دیپلماسی افغانستان به نحو خاموش بوده و شما گفتین که چی ها باید شوه و فکر میکنین. خب البته یک شمار شاید شما را که میبینن بگوین که شما هم از ظرفیت های سیاست افغانستان هستین، چرا حالا نیستین در سیاست افغانستان؟ خب ما دوستا در جریان هستن که ما در نیویورک فعال بودم و بعد از اینکه مدت ماموریتم خاتمه یافت و آمدم به کابل و چندین ماه تلاش داشتم که اگر در ریفورم وزارت خارجه مفید تمام شده بتانم. متاسفانه گام هایی که حکومت برداشت گامی نبود، من با او موافق نبودم. در روند صلح ما به جای از اینکه ابتکار پیش ما باشه، ابتکار به دست طالبان رفته بود. من میخواستم که افغانستان خودش یک بازیکن باشه و ما گام های را برداریم که مو ابتکار صلح و جنگ به دست افغانستان برده. کشیدگی های زیاد بین ارگ و بین وزارت خارجه وجود داشت. صحبت ابتدایی که ما داشتم متاسفانه قدر زیاد استقبال نشد و من هم تصمیم گرفتم که از دستگاه دیپلماسی افغانستان کنار برم تا وقتی که زمینه مساعد شد برای یک ریفرم و اصلاحات خوب در وزارت خارجه. تا امروز متاسفانه که گرچه ما در خدمت قرار دارم و به تنهایی خود کوشش میکنم که در مسیر دوی دیپلماسی مفید تمام شدم برای حیات افغانستان و برای شرایط ناگوار فعلی مملکت، همه قدر گفتم. بسیار تشکر از اینکه وقت گذاشتین. ولی به عنوان جنبندی اما در رابطه با سوالی که شما بیشتر می‌بخشین در رابطه با سوالی که شما بیشتر کردین که طالبا دیپلماسیشون رونق گرفته و سفرهای در منطقه دارن و اینا، متوجه باشین که خود وزارت خارجه ما اعلان کرده که اینا در رابطه با این سفرها هماهنگی لازم با کشورهای منطقه داشتن. بله بله. خود وزارت خارجه ما اعلان کرده که اینا در جریان سفر طالبا به اسلام آباد بودن، در جریان سفر طالبا به تهران بودن، در جریان سفر طالبا با دیگر کشورهای منطقه بودن، که من فکر میکنم یک پالیسی غلط بود و باید از این کار صورت نمیگرفت.
متوجه باشین که هر سفری که طالبان میکنه ای به چالش میکشه حاکمیت ملی افغانستان و خود میثاق ویانا را در رابطه با روابط دیپلماتیک به چالش میکشه. در وقتش ما صدای خود در این مورد بلند کردیم، متاسفانه که شنیده نشد. و از طرف دیگه ما در یک فرصتی بودیم که جلو از این سفرهای طالبان را بگیریم. به طور مثال در وقتی که طالبان سفر میکردن به ماسکو، در اولین سفری که داشتن 5 نفر کوچه سفر میکردن، 4 نفرش در لیست سیاهی سازمان ملل متحد بود. ما با آسانی میتونستیم جلوش رو بگیریم و ما کابل هم اطلاع دادیم، متاسفانه کسی دست به کار نشد و هدایتی هم که داده شده هدایت غلط بود، هدایت معکوس بود. یعنی در اینجا جنجالای را خود ما جور کردیم و ما نتونستیم که جلوی این مسائل بگیریم. نه تنها نتونستیم، خود ما همکاری هم کردیم در بعضی موارد که به فکر من اشتباه بود. البته می خواستم سوال جنبندی رو بپرسم ولی فرصت ما تمام است. آقای محمود صیقل، نماینده دائمی پیشین افغانستان در سازمان ملل متحد، تشکر از شما و دوستان تشکر از شما که بیننده گفتگوی ویژه بودید. وقتتان خوش، خدا نگهدار.